سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من پیمان تجاری هستم از استودیو طراحی نگاه. امروز با شما هستیم با ساخت حلقه آتشین. این حلقه آتشین رو ما به فرم فانتزی ساختیم توی نرم افزار افتر افکت. دوستان برای شروع کار برای اینکه شما یک پروژه دست کردیم که مثلا افتر افکت یک کامپوزیشن ایجاد میکنیم، پیشنهاد من سایز HD و فریم ریت 25 هستش. تایمی که براش در نظر گرفتیم 5 ثانیه رو من کافی اوکی میکنم. برای چون من یک سالید برای پس زمینم ایجاد میکنم، این سالید اجبار نیست برای ساخته حلقه آتش افکت، اجبار میکنم فقط برای اینکه یک بک‌گراندی داشته باشه کار رو ایجاد کنم. شیپ رو ایجاد کردم از قسمت اد الیپس، سایزش رو من مقداری بزرگتر میکنم، 350 سایزش رو من کیفری میدم. از قسمت اد استروک رو من باید فعال میکنم، استروکش رو زیاد میکنم و استروک ریتش رو من کیفریم میدم. خب کلید یورو میزنم تا کیفریم ها رو فقط نشون بده. توی ثانیه 1 و 13 ثانیه 1 من باز کیفریم میدم. توی ثانیه 3 من استروکم رو خودشو بیشتر میکنم، سایز 3. توی ثانیه 1 حالا قطرش رو من 0 میکنم و سایزش رو همون 350 هم. کیفریم ها رو انتخاب میکنم و با کلید F9 همه ایزی ایزی یک پیشنهادش هست که ببینیم. و از افتر گرافیک رو من مقدار گرافه کار رو تغییر میدم تا سرعت کار مقداری بهتر باشه. داشته باشیم که حتما گراف رو توی حالت ایدس فیت بشه. کار تقریبا خوبه، اما یک مقدار من قرارش رو کمتر میکنم. خب بهتر است. حالا باز از قسمت ادیت من ویگ پپ رو باز انتخاب میکنم. همطور ببینید ویگ پپ استروکی ما دادیم یک حالت شکستگی بهش داده. خب بهتره که این شکستگی ها ما از قسمت پر به حالت اسمو قرار بدیم. ببینیم که پر باز بهتر شد. حالت دود رو الان ما داریم. من 2 تا کپی از شیپ هم میگیرم. هر کلیم رو من یک بار نسبت به قبل جابجا میکنم. پنجه گلناف رو من نارنجی هم میدم، رنگ دیگری رو هستم. خب ماهی کار در اومده کنانه بهتر بشه. من کپی گلو رو به 2 تا شیپی که رنگ زرد و نارنجی دارم میدم. حالا برای اینکه اون حالت حرکتی که دود رو داشته باشه، رافنس ایج رو من به عرض شیپ هم میدم. این زمان که قرار تموم بشن یه حالت پخش شدگی و جدا افتادن این قطرش حالتی بگیره که داره از هم جدا میشه. تفاوتشون مشاهده میکنه. خب دوستان این آموزش رو هم همین پایان رسوندیم. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه و بتونید ازش استفاده کنید. اگر آموزش رو شما کلیپی دیدید که سوال شده براتون که چطور این افکت رو انجام دادن، اون رو هم شما باز میتونید از طریق دیدگاه همین پست یا از طریق تماس با ما سایت و یا اینستاگرام استودیو یا اینستاگرام خودم یه قسمت کامنت ها اونجا لینک رو برم بفرستیم که حتما من ببینم اون کلیپ رو و انشاءالله توی یک آموزش جداگونه اون رو هم براتون آموزش میدم.